درود و 200 درود به همه بچه های ایران. خیلی دلمون براتون تنگ شده بود. یه شرایط عجیبی داریم برمیگردیم با بانوی عزیز. الو. نیلو. خیلی عجیبه. خیلی وقت بود نبودیم. خیلی وقت بود این میکروفونه روش خاک عجیبی گرفته بود. گربه خاکی شده بود و همه داشتیم پیس هر چیزی رو پیدا میکنیم دوباره وصل کنیم. آره. میخوام بیشتر از تجربه خودمون تو این داستانا بگیم و مثلا اون فوش خوردنای اول. آره خیلی از دستتون ناراحتم. نه ولی قبل از اون میخوام واقعا یه تبریک مشتی بگم به شجاعت هم خانومای ایرانی هم بچهای دهه 80 که حقشون رو میخوام و آزادی رو میخوام و 100% خواهن رسید. اینو قبلش بگم. آره این داستانه من احساس میکنم فوشی که ما خوردیم اولیش به خاطر این بود که این خیزش رو دست کم گرفت. یعنی اون روز اولی که اعتراض شروع شد ما یه ویدیو دادیم دیگه و منطق من این بود ویدیو هم فام بود. خب این اشتباه اول. منطق من این بود که انقدر این کامنت ها می اومد که مثلا تو این شرایط بعد ما رو خوشحال میکنی و فیلان و بیسار. مثلا منطق من این بود که یه ذره احمقانه بود دیگه، البته مثلا یکم فضا چیز بشه ولی خب خیلی اولش بود، اصلا نمیدونستیم قراره همچنین چیزی پیش بیاد و یه چیزی مثل انقلاب به وجود بیاد. فکر میکنم خیلی ها اینو پیش بینی نمیکردن. آره دیگه. حتی مثلا این آقای صادق زیبا کلام از بچهای منتقدینه، این میگفتش که عمرم به من اگه میگفتی مثلا همون روز اول که قراره این داستان مرگ خانم مهسا امینی به این داستانا بیانجامه با این عظمت هیچکی باور نمیکرد. یعنی خودم هم نمیتونستم پیش بیام. ولی خب دم این بچه ها گرم که میدونی اومدن داستانو کشیدن بیرون و خواستار حقوقشونن الان. آره خیلی دارکه، خیلی روزای سختی بوده، خیلی روزای مثلا میدونی همش خبر بعد پشت خبر بعد بعضی موقع یه خبر حالا خوب که مثلا فلانی آزاد شده ولی اصلا منظرم نباید. آره. اصلا میگرفتن که بخوان حالا آزاد کنن. آره خلاصه میگم آره. امروز که برنامه رو شروع میکنیم مثلا قصدمون این نیستش که فازو مثلا عادی کنیم و اینا، فقط قصد ما اینه که امیدو از دست ندیم و بدونیم که یه روز به آزادی میرسیم و یه روز اون تغییرات اساسی انجام میشه و تا اون زمان هیچکی زندگی کردن از همون نمیتونه بگیره. یعنی آره ولی کلن یه چیز دیگه هم که هست، بعضم مخصوصا اولاش خیلی آدما سعی کردن همه رو خفه کنن. به نظر من پیش خودشون فکر کردن دارن برعکسش رو انجام میدن، مثلا هی پوش میکنن آرتیستا رو یا هر کی که حالا بالاخره یکم نون تره معروف تره، ولی به نظرم یکم اون اومد ما رو خفه تر کرد. چون میدونی نمیدونستیم، خودمونم نمیدونستیم داره چه اتفاقی میفته اولش. آره. و نمیدونستیم چطوری میخوایم ریاکشن نشون بدیم، چطوری بهتر اصلا نشون بدیم که مثلا کمکی بشه به اون آدم. البته بخوام ساید اون ورشم بگم اینه که بهمون گفتن که مسیرتو مشخص کن، یا با مردم باش یا با حکومت. البته خب من این گفتمانم خیلی قبول نداشتم چون خیلی واقعا با مردم بودن ولی بعدن زده شدن به خاطر اینکه خیلی بهشون فوش. حالا راجع به اینا صحبت خواهیم کرد تو طول برنامه. یه برنامه خیلی خوب داریم، دو نصیحت من به شهاب حسینی میکنم توش. راجع به شکایت بانو بیتا پولدارترین خانم ایرانی خواهیم صحبت کرد از سام رجبی، خیلی باحاله، و درباره این فوشگش کردن ها هم صحبت خواهیم کرد. یه بک‌گراند بدم، من از اولین باری که من آخه تجربه فوشگش شدن روی فضای مجازی رو خیلی دارم. یه پیام دارم برای پارسالی به عزیز. آره میدونی حالا این آخرین به خاطر اون حرفم بود که گفته بودم که هنرمند مثلا سیاسی بخونه هنرش خراب میشه، که خیلی فوش خوردم سرش. آره اونم بعضن بعد یکم بازش کنیم مثلا نماش صحبت کنیم. آره خیلی دوست دارم راجعش صحبت کنم چون بعضن آدم با صحبت خیلی چیزا حل میشه، این که فقط بیان اتک کنن هیچ طرف نتونه چیزی بگه. آخه حرف من نیست. توی قالب این بود که مثلا از هنرمندانی مثلا مثل ساسی یا من که مثلا یه جورایی بیشتر پارتی خونن یا مثلا لایت خونن انتظار نشه باشین که حتما سیاسی بخونن، به خاطر اینکه استایل آرتشون یه جور دیگه است
ولی خب بد بردا دیدی مثلا آخونده میگن بد برداشت شده از صحبت من، یه قسمتایشو گذاشتن، دیدی این کسی رو میگه یه قسمتایی از صحبت، نه همشو گذاشتن، ولی منظورم این نبود که مهم نیست، کمان که خودم هم آهنگ خوندم و حالا خیلی جالبه من دوتا خوندم دیگه، یه دونه اجباری میخواد ببره بهش به زور، ولی اونی که میکشین یه فرشته بود، اعتراف اجباری با حجاب اجباری، قصه های تکراری تو انقلاب اجباری، یه دونه 1401 دیگه، دیدم خودم تو اینستای مرشاد، تازه داشت میشد 20 سالش امسال، کشتنش این پستای دجال گوشت میداده حرفای جلال، که یهو دیده من از اصلاحات و غم رسید به خشم، مثل همین آخه ببین ما دهه مثلا 60 ها همش هی سازش کردیم، رأی من کجاست، من قشنگ یادم 20 سالم بود مثلا بچهای 80 که الان 20 سالشونه، که اون اتفاقات 88 افتاد، ما شم رو شم می‌کردیم ساکت می‌شستیم، مثلا تو کانادا بچیز برگزار کردیم، ولی ما بحثمون این نبود که حق منو بده، ما هی می‌خواستیم آقا یه ذره همش مال آره. تو اینقدر مال من، آره دیگه درست، ولی این بچه‌ها دمشون گرم، این بچه‌ها خیلی خفن. آخه الان هم وضعیت یه جور دیگه است، یعنی دیگه الان همه میگن حقمو میخوام دیگه، مثلا یه ذره واقعا فر نیست، احساس میکنم انقدر که جیم الف خود بچه الان میدونن چیه، انقدر که جیم الف به ما نداد داستان حقمونو، جیم الف فهمیدی چیه؟ آره بله، سنگین میگم، بهمون نداد دیگه، ما اون موقع با رأی خواستیم، ما آروم خواستیم، ولی نسل بعدمون با دیگه با آرامش نمیخواد دیگه، اصلا این نسل کنن نسل فرق داره، نسل جنگجوتریه، هم برای زندگیش خیلی بیشتر میجنگه، ولی خیلی حال می وسط حرفه، خیلی حال میده که یکی که خود کوچیکتره جوونتره به درس شجاعت میده و درس این میده که نترس، میدونی مثلا من واقعا خب دیگه خجالت کشیدم یه جه، چون خب من خب آدم محافظه کاری هم میدونی، برام خب بیزینس مهم بود، سلامتی خانوادم تو ایران، خب اینا همه خیلی از آرتیست ها که دیرتر حرف زدن به این چیزا نگاه میکردن دیگه، به این پارامترها، با اینکه دلشون با مردم بود میگفتن من الان خانواده خودم در خطر دستگیر شدن فلان، ولی وقتی میبینی مثلا یه دختر رو سرش در میاره میندازه تو، چه خجالت میکشی که ترسو باشی، و حالا جالبه پوتک یه نیم دراپ کردم یه ویو دیدی مثلا اسم شبیه واسه 100 تا میره رو ویو الکی، پوتک گفته بود که من با اجباری حال نمیکنم، با 1401 کال میکنم، چون ولی فکر من به نظر خودم اجباری یه چیز غمتر بود، من ببین من الان خیلی بیشتر آهنگایی که مثلا اومده برای این دوران رو گوش دادم، بعضیاش جالبه، خب توش خشم داره یا حالا مثلا طرف بیشتر دیگه انگریه داره میخونه، آره. بعضیاش ایموشناله، یعنی دردی که الان همه دارن و 100%. و دوتاش نیازه، مثلا من آهنگ رهاینا خیلی دوست دارم، آره آره با کوروش، یعنی آره رها کوروش و سامی خیلی قشنگ بود، اصلا اونو هر دفعه گوش میدم اصلا رها طوری که میخونه، اون یه سبکشه آره یه سبکش هم اونجوری مثلا فدایی طوره و عصبیه آره و آره آخه خشمتم از این موقع میخواد خالی کن زین نه، ولی میخواستم اینو بگم، تو تجربت از مثلا خب اصل این قضیه اولش جرقش با حجاب خورد دیگه، تو تجربت از حجاب تو ایران چیه؟ ببین من که خیلی بچه بودم من بیرون، ولی مثلا 6 سال پیش رفتم مثلا بعد 2 ماه من خب اصلا یعنی به هیچ وجه انقدر میترسیدم، با وجودی که میدیدم مثلا خود ایرانی کم شلترن دخترها، حالا مثلا تا اینجاشونه همیشه از دومادمون و خواهرم بپرسی روسریمو تا اینجا میدادم جلو، بعد من فرق پلیسا رنگای مثل که فرق مثلا همین اینجا هم رنگای هر پلیسی فرق داره دیگه، مثلا قرمزا برای مواد دنچه، آبیا برای ترافیکن، مثلا فرق اینا رو نمیدونستم تو ایران، هر چی که میدیدم مثلا اگه یه ذرم عقب تر بود میدادم سریع جلو، فقط من مثلا راهنمای رانندگی بود، اون ترسه تو وجود من با وجودی که برام هیچ اتفاقی نیفتاده بود، یعنی اصلا نمیخواستم هیچ اتفاقی بیفته، نمیخواستم دست اینا گیر کنم، خیلی خیاره دیگه، چون مثلا من اونطوری تو ایران بزرگ، مثلا ایران دخترش خیلی قوین، مثلا پلیس میگردشون میدونی به پلیس دو حرفشو میزنه، نمیذاره حقش خورده شه، ولی من چون مثلا خب تو آمریکا بزرگ شدم اونطوری ماستیم ما دیگه، بعد مثلا میگفتم اینا بگیرن من فقط میگریه میکنم، بعد خب گریه کنی میدونی بیشتر عذابت، اصلا خیلی خیلی مستر. خیاره دیگه، واقعا خیاره، آره ولی مثلا خواهرم و دوستاش و اینا مثلا استوریاشونو میگن،
مثلا میبینم چقدر فاکت آفه. خیلی چیزای فاکت آپی میبینیم، مثلا داستان اصلا گش ارشاد واقعا یه فیلم سوپریه، چون اگه بهش فکر کنی مثلا اینا میگن که تقصیر ما نبود که این خانم فوت کرد، که بود anyways، ولی اگرم نبود شما میایین کلی دختر مردمو میگیرین میبرین توی اتاق که ارشاد کنین، مثلا مسئول سلامتی همه اینا شما تو این تایم هستین، یعنی برای خودتون چه چیزی دارین ایجاد میکنین، مسئولیت بزرگی بدون اینکه هیچکی اصلا بدونه چی به چیه، بعد هیچکیو نمیای محاکمه کنین بگین آقا این بود، بعد هکرها فیس یارو رو بزنن. این چیزاست که مردمو میرسونه به اونجایی که میدونی میگن هیچ راه اصلاحی براتون نیست. یعنی من اون خانم چادریا رو من درک نمیکنم که تو مترو چیز میکنن، یعنی دعوا میکنن که چادر، یعنی اینو احساس میکنم اینا نیاز به یه ببخشید دیلوی خوب دارن که یکم از این حال در بیان. آخه این چه وضعیه که بری گیر بدی به یارو؟ عشقم اصلا تو اینقدر سخت چرا؟ اینقدر مغزا بسته است دیگه. نه احساس میکنم ولی یه هیتی هم هستش، یعنی مثلا یه جوری یارو رو دارن قضاوت میکنن و یه حسودی خاصی هم میکنن، میدونی؟ آخه مثلا برای چی به این خانم گیر بدی که مثلا واقعا جامعه رو داره ناامن میکنه برای تو؟ اصلا ولی من مشکلم آدم های حجابی و بی حجابی نیست، یعنی میگم هر دو میتونه باشه. تو حتی ببینی تو ترکیه خیلی سالم هر دو دارن با هم زندگی میکنن. یه سری ها حتی مثلا لب آبم میری، یه سری ها تو مایاشونن اصلا نه اون زنه نگاش میکنه بخواد بهش فیل بدی بده، یه سری ها واقعا تو روسری ها اینا قشنگ پوشیده میرن تو آب، ما نگاشون نمی کنیم. ولی دیدی بچه های حزب الله، بچه های گفتمان انقلاب همیشه اینو میگن که اگه مثل ترکیه بشیم اسلام عرفی طور باشه، اول حجابه، بعد همجنسگرایی میشه، بعد برهنگی میشه، اوکی. ولی مثلا تو خود آمریکا من داشتم به بچه ها میگفتم جمهوری خواه ها 60% مخالف همجنسگرایی هم، ولی به قانون احترام میذارن، ازدواج هم انجام نمیشه، یارو دولشو نمیاد بکنه تو دهن تو که وسط جامعه. آقا اونم آزادی خودشو داره، میدونی؟ بعد اصلا تو جامعه ای که مثل ایران انقدر مذهبیه و بسته است، خودش فرم خودشو میگیره، تو با قانون به زور نمیتونی جلوشو بگیری. لخ شدن و اینا همین جامعه همین جوری که هست میمونه، میدونی؟ تو با قانون جلوشو نمیتونی حجابو به زور از سر مردم بکشی، نه به زور بکنی. البته من هیچی از سیاست حالیم نیستا، اولا بگم اینا همه تحلیل های ابلهه، ما کلا داریم حرفی که تو خودمون فکر میکنیم و تو دلمون رو میذاریم، یعنی من واقعا هیچی از سیاست نمیدونم. ولی من نیلو اونجایی دیگه گفتم ولش کن اصلا دیگه برای مهم نیست، که مهرشاد شهیدی خدا بیامرزه توی پیجش نمیخوام فضا رو دار کنم، ولی پیج من اونجا بود، در حدی که این رسانه ها به من زنگ میزنن که میشناختیش فلان، میدونی رسانه های خارجی، بعد من نمیدونستم داستان چیه، رفتم نگاه کردم این بچه آهنگ منو خونده، بعد دیگه خبر مثلا معلوم نشد چی شد و این بچه دیگه زنده نیست، سر چی و هیچکی پاسخونی. و خدا شاهد نیلو میدونه یک ساعت فقط زار زدم صبحش، عر میزدم که آقا این چه زندگی کیریه. بعد گفتم دیگه برام مهم نیست که اون 1401 رو نوشتم، که من هیچ وقت توهین نکرده بودم مثلا به مقامات و فلان و اینا، چون میگفتم همیشه ایده یه نفر رو نقد کن، پرسونال به کسی حمله نکن. ولی واقعا وقتی من 35 ساله زن و بچه دار انقدر خشمگینم، واقعا اون بچه 20 ساله مطمئن باش باید اون فضای کثیف زندگی کنه، یعنی نه هیچی نیست، نه شغل هست، نه پول هست، نه درست میشه زندگی کرد. همین ترکیه که هی مثلا آقایون حزب الله میگن که ترکیه هم بله این همه تورم داره، دیدین با آمریکا هم خوبه، این یارو حزب الله میاد میشینه تو جهان آرا میگه من اینا رو شبا میبینم قبل خواب. یزید من ترکیه 400,000 دلار فقط باید بدی پول پاسپورتشه و خونه بخری، ایران شما پاسپورت رو گذاشتین 50 که یه متقاضی نداشتین. آره ترکیه عضو ناتو، امنیتش واقعا نباید مردم برن تو سوریه بمیرن براش، اصلا ولش کن. ولی من این شعار این بچه ها رو خیلی باحال میکنم که میگه زن زندگی آزادی،
زن به خاطر اینکه عدید من نه تنها حقوق خانوما همیشه پایمال شده تو ایران، همیشه مرد سالاری طوری بوده که با مشکلات به صورت مردونه و خشن برخورد میکردن. مثلا با غرب مشکل داریم، اوکی بم میسازیم. همیشه روش زنانه، منظورم زن خانوم نیست، روش زنانه یعنی از نظر اینکه یه ذره انعطاف، مهربونی، میدونی، همیشه مردونه برخورد کردیم. میگه آقا زن یعنی یه ذره بریم سمت لطافت، سازش. من دیدم اینه. زندگی همیشه ما گفتیم مرگ، مرگ بر فلانی. از بچگی یارو میگفت خارکسه، میگفت پاتو محکم بکوب، بگو مرگ بر آمریکا، تو کاخ سفید بشنون. یزید من سرعت صدا چند کیلومتر از ساعت، بعد اصلا چجوری هست؟ بعد من کسکلک خر طوری میزدم، فکر میکردم مثلا الان اون موقع مثلا جورج بوش بود، جورج بوش الان میاد بیرون کدوم خارکسه ای داره میگه مرگ بر آمریکا. بچه رو توی فاک مدرسه میره بچه که درس یاد بگیر، نه که بره بگه اول شعار روزش رو با مرگ زن زندگی یعنی مرگ رو نداریم. ببین مثلا شهید رو من خیلی دوست دارم. چرا؟ چون زندگیشو پای آرمانش داده، قبول دارم. ولی فقط وقتی فوکس کنی رو ساید شهید شدن، بگی آقا همه چی تو بذار بمیر، اون دنیا خب زندگی به گا میره، یعنی این سایدش چی؟ این ورم باید زندگی کنی دیگه. دقیقا. همه خوشحالن که حالا حجاب ورشته شده، درسته، اوکی، این یه آزادی خوبه که آدم داشته باشه، ولی به نظرم بس نیست برای این همه. آخه حجاب هم عین آدم نیومدن بردارن که، یعنی این حکومت بدیش همینه که شل کردنش اولا دیره، بعد به زوره، بعد درست نیست. آره دیگه. یعنی مثلا اون آقای چی بود، وزیر کشور، گفت حجاب از همان جا، گشت ارشاد از همان جایی که آمده بود برداشته شد. آخه این چه جواب کس شعریه به ملت میدی؟ آره آقا گردن بگیرین دیگه. یا مثلا مقام بالاتر اومده گفته نباید با بیهجاب برخورد بکنیم، اینها رو زده کنیم از دین. خب آقا اگه میای شفاف بگو حجابو برداشتیم، یه برد بده ببین مردم. فقط ببین اینا آره دیگه، میخوام بگم ما کم نمیایم. ببین اینا یه ترسی دارن، اینو میگم دیگه، شاید بریم برای یه ترسی دارن، میگن شاه شل کرد رفت، ما شل نمی کنیم. ولی نمیدونن که آقا شاد دیر شل کرد، شما هم دارین دیر شل میکنین و خطر فروپاشی هست. میدونی من از خدامه که رژیم بره، دروغ چرا، ولی از تبعاتش هم میترسم، دروغ چرا. الکی نیست که بگم آقا گل و بلبل میشه، چون بابام هم همین اشتباه رو 57 کرده، همون ذوقی که تو بابام بوده وقتی اعلامیه خمینی پخش میکرده یواشکی رو تو خودم میبینم و میگم آقا یه ذره منطقی بریم که یه آلترناتیوی باشه، یا اینکه یه اصلاحات واقعی اساسی باشه. من فازم این نیستش که خوشونت رو من دوست ندارم. نیلوفر اینا انقدر خائنن و با خوشونت با همه چی رفتار میخوان، نمیشه دیگه. در میفهمم هیچ راهی نمیذارم برات، همیشه راهی برات نمیذارم که دیگه باید فقط بری برای جنگ خیابونی. ولی من حاج آقا دانشمند رو خیلی قبل، من به خدا من یه مگس نمیخوام کلیپ بازی کنم، یه مگس اینجا گیر کرده بود، من این مگس رو 45 دقیقه قبل ضبط این برنامه طول کشید که نکشمش، اینجا بدمش بیرون. نمیتونم حتی یارو بسیجی باشه، ابلیس باشه، نمیتونم بگم بکشین خونشو برید، چون به هر حال هموطنمه. من با حاج آقا دانشمند روی موافقم، ولی میفهمم که تو اقلیت نظرم. چند تا خبر هستش که به دست من رسیده، میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. خب میگه ویدیویی از نیکان نیکوبی منتشر شده، او در آن به انجام قتل برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی اعتراف میکنه. نیکان نیکوبی در ویدیویی که توسط دوربین یک افسر به نام هندرسون ضبط شده، به قتل برای انتقام حاج قاسم اعتراف میکنه، که ایشون مثل این که از این سرویس های همسریابی و سیبیلیابی دیت پیدا کرده، رفته اونجا و در حالی که برهنه شده و با سیبیل سکسی رو انجام داده، ایشون رو چشاشو بسته و با دستبند بسته و برای انتقام حاج قاسم. این چه نوع انتقامیه؟ حالا با این سیبیل صحبت کردن در اون دنیا، سیبیل آمریکایی گفته که ارزشش داشت. این بند نه کدوم بود؟ سیبیل گفت که ارزشش داشت. حالا میدونی که آخرین جمله سیبیل چی بوده؟ گفته ما این همه راه اومدیم، حالا میگی
اینو ولی واقعا من درک نمی کنم. مثلا این دختر بک‌گراندش چیه؟ از خانواده مثلا چیزی میاد؟ من خانواده‌شو نمیدونم، فقط میدونم که سیبیل رو برده اونجا و این سیبیل چشاشو بستن. سیبیل خبر نداشته که داستان دیگه هشت شبی میشه و اینا. گفته که چشامو میبندن یه چیزی میدن دستمون، ولی ندادن. خیلی بده. ولی این سیبیل بره بهش، واقعا اون 72 تا ویرجین که میگن یکیش به این باید برسه دیگه. آره بیچاره آخه، اصلا این چی بوده؟ ولی میگن که بیشترین کشته آمریکایی توی انتقام ایرانی بوده. یکی از بیخ کیرم گذشت. آره خلاصه حواستون باشه اگه دفعه بعدی رو تیندر میرین، به خدا هیچ جا سیف نیستی، چشاتون رو میبندین. کجا سیف نیستی؟ ایرانم واقعا دست این، خب اون سیبیله باید حواسش به خودش میبوده که اون کارا رو نکنه. نمیفهمی که قرار انتقام حاج قاسم ازت بگیرن. خبر بعدی شکایت بانو بیتا دریاباریه. اون کیه دیگه؟ ایشون ثروتمندترین خانوم ایرانیه. چی کار است؟ ایشون شغل اصلیش شوهر و طلاقه. ولی خب برنامه می نویسه آن ساید. ایشون از سام رجبی اون سیبیله که اسم میگم دیگه، بگو چرا تو جمهوری بودی؟ بگو چرا تو جمهوری بودی؟ بی‌ناموس. سام رجبی اونه. سام رجبی اون جدو باز است. میاد همون که میاد بالا سر بریت شوهر بریت میاد. اون که سام عسقری عشقم. گفتم اون بنده خدا تشیه پیام میده. سام عسقری. ولی من بیشتر دوست داشتم سام عسقری بیاد تو صورتم تا سام رجبی. سام رجبی اونه که جدو کاری که میاد میگه چرا تو جمهوری بودی؟ چرا تو جمهوری بودی؟ اون کارم از حالا گوش بده. حالا از ایشون شکایت میکنه ایشون. ایشون من سری تحقیقات کردم که بدونم خب چه نوع بانویه. ایشون مثل که در امور زنان و در امور انترپرنورشیپ واقعا شاهکار کرده و ایشون تنها بانوی ایرانیه، اولین بانوی ایرانیه که هم شاهکار کرده هم شاهکار اونو کرده. یا تو من مگایی یا من مگایم، چون که همسر شاهکار بینش پژوهه. دقت کردی؟ خیلی مسخره و لوس. ولی حالا برای چی الان اونو سو کرده؟ به خاطر اینکه رفته بالا سر شاهکار و ایشون گفته بگو چرا تو جمهوری، بگو چرا تو نایاکی، بگو چرا تو جمهوری. این مثل شکایت که نداره، بعد این آدم جواب بدی دیگه، از منم بپرسه منم جواب میدم. ولی خب اون روش اونم خیلی روش کیریه. ولی anyways حالا ما رفتیم توی ویکی‌پدیای بانو. ما رفتیم تو ویکی‌پدیای بانو بیتا دریاباری. خب برای ثروتمندترین بانوی ایرانی هست و میشن قوی ترین شوگر ایران اگه حساب کنی. شکایت نکنی از همون نصف. آره عمو من نگوی ازدواج هم با همون نکنی، نصف کلاه هم میبری و آخه چون هیچ ثروتی به جز کلاه هم ندارم. توضیح بدم چکو نوشته دریاباری married Google engineer امید کردستانی in 1994. کردستانی separated in 2007. بعد میریم رو شوهر بعدی رضا ملک سرجن که هستش جراحه. ایشون از گوگل میره به جراح، هی داره ضعیفتر میشه. از جراح 2018 بینش میاد، پوئت شاعر ایشون. بعد نمیشه she later married سپر خالص controversial rapper in 2020. بچه ها رفتن اضافه کردن توی چیز. بچه ها رفتن توی ویکی‌پدیا اسم منم اضافه کردم. پشمام ریخت. She later married. نه من ازدواج نکرده بودم با ایشون. واسه همین همه ثروتمو دارم هنوز. ولی نه نه ببخشید زن ستیزم دیگه. ولی انقدر شوهر زیاد بوده که ویکی‌پدیا هنوز نفهمیده منو حذف کنه. بابا چی کارش داد بذار زندگیشو بکنه. آره ولی از سام رجایی برای چه کایت میکنی؟ قشنگ خب مثل ولی راه درستش اینه که مثل پرویز پرسوی مش بزنی. شرکت تولید کننده جوراب بس پرو شاپ $5 میلیون شکایت ازش شده به خاطر جورابای 12 دلاریش که گفته بودن آخرین جورابیه که تو عمرت میخری، گارانتی همیشه داشته. یه شخص مفبری پیدا شده 7 سال جورابو عوض کرده و بعد از 7 سال بهش گفتن که دیگه 60 روز این جورابت وارانتی داره بکش اما بیرون. و ایشون برای $5 میلیون شکایت کرده برای کلاهبرداری. حالا با قاضی این پرونده صحبت کردن، گفتن راجع به این کیس نظر بده. گفته تا حالا لنگه این کیس رو ندیده بودم. اگه جوراب عمرن اگه لنگه عمرن اگه لنگم رو پیدا کنی ببخشید. ولی من چند وقتی که نبودم برگشتم میخواستم با این آهنگ بیام بگم صحنه
باز منو صدا کرد عشق اون دوبا. آره خیلی سخت بود ولی چون دلمونم تنگ شده بود، نه که خیلی هم سخت کار میکنم و واقعا بیکار هم شده بودیم دیگه، قبلا هم بیکار بودیم ولی حالا الان خیلی معلوم شد. خب خبر بعدی راجع به شایعه ازدواج مجدد حقیقت داره خانم بهاره رحمه، یه برم هم نیستا ولی چون اصلا خوشم نمیاد ولی... برم هم الان توی موقعیت زیاد ولی مهمی. بیبی عجب پلنگیه، بده. منظورم اون نیستا، بیادب، منظورم پلنگ روی کلاه آقا هست، عجب پلنگ. از این کلاه داره، اینه منم این کلاه دوست دارم. میدونی به خاطر چی جدا شدن؟ مثل که شوهر قبلیشون برگشته به همون عشق هستیش دیجی چون که شبیه فسنقریه. حالا ببین فسنقری کس و شعره، بی احترامی نشه به دیجی فسنقری عزیز. من یکی رو پیدا کردم، بذار اسمش پیدا کنم، قائم محمدی اورگی میزنه که فسنقری به خوابه. اگه فسنقری اون بود بهار رهنما چیه؟ بهش الیزابت تیلور رو میدادن. تیلور رو بگو. کیو میدادن؟ یه بانوی قوی بگو. خب بذار ببینم. ببین انقدر ایشون خفنه که اورگشو جلد میکنه با پلاستیک. چرا؟ یاد اون ریموت کنترل تلویزیون بود جلد میکرد. جلد میکرد. حالا میدونی بعد نگاه کن چه سمیه ایشون. ببین چی جوری میزنه. سیبیلا هم سیبیلا. چرا همین سیبیلا؟ قائم محمدی 13 برین تو پیجش ترکونده اورگش رو جلد میکنه، میگه اون کنترله خیلی داستان من راجبش دارم. تو ماهواره سوپر نقد میکنی کانال اولترا بلو که انویز کسشر بود، فقط یه یارو بود میمند مهمهاش معلوم نبود، فقط زیرشه به عربی شماره مینوشت که زنگ بزنی کش بدی. همون برای ما دیگه چیز بود. پدر ما اینو قفل میکرد. آره سوپرو. خب رمز 4-0 بود، معمولا 4-0 و 4-7 هم کار نکرد. خب یعنی اولین ترای هر پسر ایرانی 4-0 و 4-7. اون کسچره کمپانی ریسیور اینو خیلی قبل از جقیا فهمیده بود. یه سیبیله به من گفت برو کنترل و جلد کن. خب بعد بابات که سوپرو خودش ببینه، بابا زشته، ببخشید، سوپر خودش ببینه میزنه رو جلد. اگه چند ماه قرار بابا دارونه که جلد مشخص کنه، میگفت اگه بزنه، میگفت اولین سوپر که رو جلد زد، میگفت از رو اون متوجه میشی که پسوار سوپر چنده. ولو ما رفتیم دیدیم پدر ما یزید از 1 تا 10 رو زده، همه رو سوراخ کرده. نه داشته کانال. آره چون همهش نمیدونه سوپر باشه که. به سوپر نرسیدیم تا یکی از دوستان اومد با یه روش دیگه ای سوپر رو قفلش رو باسی. سف 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 بود. آره راستش رو بگم. آره چون یاد من نمیدیدم ولی سف 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 شنیده بودم. آره اونطوری فقط به ما هم مدرسه میومدیم سف 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 بشیم بابا. نه دروغ میگم، ما اونقدر بد نبودیم. آرزو میکنم امسال کس کنم. اوف داشتم فوتبال پرسپولیس می‌دیدم، یهو دیدم شاهین نجفی اومد وسط تلویزیون جمهوری و یه حرف خیلی منطقی زد و رفت. بعد فکرم هک شده، بعد دیگه خود جمهوری این پیامو گفته، گفته او یزید من، منی که این همه کسچه این تا کسچه پشت شاهین نجفی گفتم، تو متقاعدم کردی این از شما خفن‌تر داره میگه یزید. یه سر کار فرنگی رسانه‌ای یاد کار سختیه، کار پوکره. آخه اینا همه خوبایی که تو این کارن اولش که ولشون کردن آفرین مثلا گایششون، این که یه ماش بنجل احمق توشون مونده. آها. که اصلا اونا نمیفهمن چی به چیه، به خاطر همین جوکی. ولی سلبریتی هایی که از دست دادن خیلی کسخلن. حمید فرخ نژاد خیلی آدم کسخار منطقی خفنیه، نباید اینجوری از دستش میدادین. ترانه علی دوستیو نباید میکردین زندان. هیچ کارشون درست نیست دیگه. شهاب حسینیو که حزب‌اللهیه ذاتن به قول ترکا از دست دادن. ببین چقدر اینا کسخلن. دو نصیحت من به شهاب حسینی هم اگه نگاه میکنین تا آخر تبلیغاتو. آره هستش. پس میریم تخریب علی کریمی توسط صدا و سیما. 4 دقیقه زر زدم که همینو بگم. تخریب علی کریمی توسط صدا و سیما رو ببینیم. خندت میگیره، شورت تو پا میشه، انقدر بامزه است.
آن در یادداشت اینترنتی از دیدار با علی کریمی، فوتبالیست فراری ایرانی خبر داد. فوتبالیست فراری با انتشار عکسی از این دیدار، برخورد با اوباش و اغتشاشگران رو نقض حقوق بشر در ایران دونسته. سنگین. مگه نتونم درباره فوتبال نظر بدم، بعد برم درباره چی نظر بدم؟ درباره سیاست نظر حالا بدم. حالا اینو بهش بگو. ولی علی کریمی در بهمن 1377 صدای ترسان داور ژاپنی حمله کرده و برخلاف قوانین جهانی فوتبال او را زد. او را زد. ایشان علی کریمی یک تکل زد که با استاکهای خیش باعث لجن خاسره حریف را زخمی کرد. داور ژاپنی به او کارت زرد داد که باعث اخراج او شد. برخلاف قبول بی ناموز فوتبال همینه او بازیکن را دریب زد و باعث شد لای بخورد. وای کاش رو گوخاری خودشون هم همچنین صدایی می داشتن. آره 3000 میلیارد دزدی کردن. آقای قالیباف یک خانه 100,000 میلیارد دلاری در آنتالیا خرید کرد و سیسمونی پسر آقای بیناموس اینا ببین آل از هر گونه حضور در مسابقات محروم شد. مشتی خب تحقیل زده زیدانم زد. ششیز کریمی در بازی با پرتغال در دقیقه 65 تعویض شد و جای خود را به فریدون سندی داد. با تعویض شد در دومین بازی او را به اینجا رسوند. مشی کسچرم حدی داره. کسچرم حدی داره. تعویض شد زد زیر چیز. مشی نصف فوتبالیستا تعویض میشن میزنن زیر. همین الان رونالدو دو جلسه محروم شده. کریس خودمون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تلفن هوادارو شکونده. به خاطر اینکه یارو خارکوسه اشتباه بعد باختن اومده سلفی بگیره. گفته بی‌ناموس چی فکر کردی؟ اصلا جوکه برای فوتبال بیای این مثلا صدا رو بس صدا رو اخراج شد و داور ژاپنی را زد. وای مشی خجالت بکش. بعد زشته آخه. بعد میگه بعد چرا فرداد فرهزاد با اون فیس با تکس عربا میاد اول میشه این را اینترنشنال. خب مشی این کسشه رو داری تو رسانه ملی تحویل خلق الله میدی. یه چیز درست بگین، یه صدا و سیمای آزاد جدا بذاریم، بعد بگین مردم بعدن نرن. قبول نه آخه این چه کسشه. اینجوری بگین در دقیقه 15 تعویض شد. وای اینا که اصلا بیشور و دزد و کسافت و دروغگو هم یه جوری بگو که نبرن. آره خب اینا که میگم همونا جیم الف نه همین حتی این صدا سیما ولی اون مردمی که میشینن چنل اینا رو میبینن تو ایران و باور میکنن چیزایی که اینا رو میگن. نه آخه من بازی های فقط تلویکانشون میده. ببین وسطاش دیگه مجبور میشم ببین من آخه مجبور میشم تلویکا رو ببینم. خب به خاطر اینکه بازی های بعد گوش بده بعد بازی های لیگ انگلیس و این کسافت ها دوزی پخش میکنه تو تلویکا. خب منم خب بازی لیگ انگلیس از سگ کی باشم بتونم برم دزومای 20 دلار بدم تلویکا میدم نگاه میکنم. بعد یزیدا همه چی رو سانسور میکنن ولی تو فکر میکنی دافه ولی دیگه دافو نشون میدن. داف اوکیه دختر لخ مختم نشون میدن. چیزی که نشون نمیتونن بدن اون تصاویر شبکه انگلیسه که ازش دزدیدن. مثلا میگه سریال چه میدونم ژول ورن فردا. ژول ورن رو بگو. ولی خب اونو نمیتونن روشو بپوشونن که واسه همین هی گل رو نشون میدن. بعد حالا گوش بده تو همه چی بعد شبکه آرم شبکه انقدر اون بالا سانسور میکنن به جاش آینه میذارن از پایین زمین و یهو مثلا دول یارو سر یارو دو قسمت میشه. بعد فرض کن وسطشون آقای یه آقای هست من خیلی دوستش دارم چشاش خیلی گنده است آقای رسول چیچیه. ایشون میاد قبل بازی لیگ انگلیس صحبت میکنه همونیه که آقای تاجو نشونده بود اصفهانیه بهش فوش میداد. بعد این بابا چشاش خیلی گنده است. خب بعد یه بار خیلی تعجب کرد گفت من چشام 4 تا بود 8 تا شد. یه دونه براش میذارم. خیلی آدم مشتیه رسول چیچیه مجیدی. بعد این سیبیله میاد لیگ انگلیس رو معرفی میکنه بعد تصویر دزدی میاد وسطش تبلیغ کیک میاد یه کیک شکلاتی رد ولوت وسط اونجا واسه سیبیله داره تو. خیلی بعد جمهوری تلویزیونش واقعا صدا و سیما رو اوکی کنین حتی اگرم نمیخواین برین که باید برین. آره اون که آپشن یعنی ولی این اگه میخواین نرین سه تا بهتون توصیه میکنم. سه تا چیز من توی داشتم یکی این فیلسوفای من چند تا این فیلسوفای ایرانی رو قبول دارم. یکیشون پروفسور عباس امانته
مدرس یله، حتما اینا رو ببینید. یکیش هم پروفسور عبدیه، فیلسوف. یکیش هم یادم نیست، یکی از این فیلسوفای دیگه است. خیلی قشنگ میگفت، میگفت سه تا چیز باید تو ایران عوض شه، 200 ساله که درست نشده. یکی صدا سیما، یعنی تلویزیون باید جدا شه از سیاست. یعنی مثلا شبکه‌های خارجی که فاکس داریم، سی ان ان، دو تا برداشت مختلف، نباید هی برای حاکمیت باشه، کثافت این همچین چیزی رقابت نمیتونه بکنه. واسه همین شبکه‌های کشور نمیتونی هی بگی ایران اینترنشنال جنگ ترکیبی شیطان سعودی، واسه که شما خودتون نتونستین یه صدا سیمای درست چیز کنین، این همه مخاطبه، به هر حال یکی میاد جاتونو پر میکنه. این یکی. یکی هم قوه قضاییه‌شون کثافته، یعنی حکمایی که میدن اصلا قوه قضاییه، من فکر میکنم یه چیز ربط به قضا داره، ولی میدونم سرسنگ قضا قبلا فکر کردم ما با کیم مثلا از اون ندستن هلت و چیزای قضا قوه قضاییه رب نه شما هیچی نگین توی آمریکا دیدی یه سری آدم یه دقیقه شما هیچی نگین من خدا بنده خب این کلمه ها رو تازه دارم مثلا یه دقیقه بگی قوه قضاییه خب قضاییه ربط به قضا داره فکر میکنم مثلا میان میگن نه نه شما هیچ قوه قضاییه چیه الان؟ خب نمیدونم، نه قوه میدونم چیه، قده میدونم مثلا اینجا نمیخواد قده رو بدونی قوه یعنی الان قوه قضاییه قویه قضای قوی خاک تو سر من بیم خدا قوه قضاییه جودیشال سیستمه، یعنی دادگاه، یعنی قاضی صلواتی که اعدام میده یزید البته ما ایران هیچ فرقی با همون قضای خواهش ندارم با هم قوتون قضاییه ولی ما حالا این دادگاهشون جدا از شوخی دادگاهشون کسشره خب مثلا طرف رو گرفتن خب توی اعتراضا میگن که دستش تتو بوده ایشون شما رو زد میگه آره تتوی دستش همینه میگه آره ولی توی خارج شما 10 تا تتو میارن میگن اگه راست میگی بگو کدوم ایناست و هر کسی بعد وکیلا کسشر آره ببین. اصلا خودشون میذارن تو خودت تو آمریکا مثلا خودشون رو میذارن حالا شوخی میکنم تو کلمه های ایرانی بلد نیستی ولی تو آمریکا دیدی که دادگاه چجوریه هیچ وقت حقت ضایع نمیشه آره دیگه دقیقا دیدی ولی اینج... ببین اینجا کسشر ترین دادگاه ها پس یکی صدا و سیما یکی دادگاه ها یکی مجلس این سه تا واقعا جوکن تو ایران اگه و خیلی هم چیزای مهمی هن توی کشور اصل کار همینه دیگه یعنی اگه این داستان اوکی بشه که نمیشه چون اینا واقعا لیاقت ندارن ببین حالا یه چیز لایق نیستن که اصلا کشور داشته باشن این هم به نظر من حالا شاید خیلی سر این فوش بخورم ولی نباید بگی اینا آدم نیستن چون اینا یه سری آدم ها هن توی سیستم کثافت بد قرار گرفتن یعنی سیستم انقدر اشتباهه که هی آدم های بد تولید میکنه تو خودش یعنی کسی که به استحقاق اون موقعیت نداره رو میبره اونجا یعنی این سیستم باید فرو بریزه و اگر آدمی که هر کسی رو شما بذاری تو رهبری کامل یه نظامی که هیچکی دیگه حق نداره همون آدم فاسد میشه یعنی خود پیامبرم بذاری اونجا فاسد می یعنی مشکل از سیستم اینه که هرم اینجوریه رأی مردم نیست مردم هیچ چرا مثلا ما دوست داریم مشروب آزاد باشه کیر ما دوست داریم که با دنیا رابطه‌مون خوب باشه کیر ما دوست داریم 18 بیلیون دلار خرج برنامه بمب هسته‌ای نشه یا اگه میشه به ما توضیح بدین چی شد کیر خب داشتی این نشد اصلا حقای خیلی ساده تر ما میخواییم توی هوای تمیز نفس بکشیم سر به کیرفت ما میخواییم آب درست بنشیم خوارتو گاییدم ما نمیخواییم پراید دیگه... بخریم قیمت بنز 2013 بابا تو همین آنتالیای سگ یارو میره پورش 2012 میخره هم قیمت 206 آخه کسکش ایلان ماسکی مگه این انا داری تولید میکنی بعد میگم خدا یارو دیگه من نمیگم نماینده مجلس میگه خارکس بنز 2012 هم قیمت پرایده یارو خب کسخله مگه بره پراید بخره میریم راجع به دو نصیحت شهاب حسینی به معترضان که من میخوام این دو تا نصیحت رو بگم اشتباهه و دو نصیحت به شهاب حسینی بکنم اول میریم نصیحت های شهاب حسینی رو ببینیم شاید من دیگه در هیچ گفتگوی دیگه تا آخر عمرم حالا بنا به شرایط اول قطعی صادر بکنه شاید من به دیگه نه تو هیچ گفتگویی به این شکل ظاهر نشم و اینو نه دو تا وصیت به عنوان
هموطن کوچیکتون خدمتتون دارم. دو تا وصیت می ستایم، شما رو می ستایم که برای حق خودتون در واقع اقدام میکنید، شما رو می ستایم که برای زندگی خودتون تعریف دارید، معنا دارید و میخواید اون معناها رو جامعه عمل بپوشونید، شما رو برای هر نوع حرکت انگیزه بخش برای ساختن آبادانی بهتر شدن می ستایم. دو تا مطلب رو داره میگه. یک، برای اینکه حرکتتون حق باشه و نغلته به وادی باطل، دستتون برای خواسته هاتون، برای همه خواسته هاتون در زندگی، برای خواسته های اقتصادیتون هم حتی، برای خواسته های اعتباریتون، برای هر آرزویی که در زندگی دارین و حاضرین تا پای جان براش برین، یک، دستتون از تو دست خدا در نیاد. دو، آرمانی رو که دارید دنبال میکنید برآمده از استقلال رأی خودتون باشه. آرمانهای تلقینی و اصلا نمیفهم این چی میگه. من الان برای ترجمه میکنم. اصلا دم نیاز نیست اون سبک حرف زدن. آره خواهش میکنم. اون همیشه آدمایی که این شکلی حرف میزن دارن کوشر میگن. آره این 90 صدی به 90 کوشر. آره. ولی بذار برات به زبان ساده کلمه‌های گنده استفاده میکنم. ولی بذار برات بذار به زبان ساده برات دو تا نصیحتشو باز کنم. یک، میگه دستتون از دست خدا جدا نشه تو این اعتراضات. که من اعتراض دارم، چون ما داریم اعتراض میکنیم که دستمون از دست خدا تازه بیاد بیرون. حکومت همیشه حکومت دینی بوده و از خدا سوء استفاده کرده برای اینکه ما رو بگاد. پس اتفاقا میخوایم دستمون از دست خدا بیاریم. آره دیگه. دو، اونی که تو جمله‌ای که نفهمیدی بذار برات ترجمه کنم، جمله کس شعر، استقلال آرمان. یعنی میگه وقتی ایران اینترنشنال و فلان بهتون میگه اینو بخواین، اینو به خاطر اون میگه نخواین، خودتون بخواین. اتفاقا ایران اینترنشنال و کیرخر و اینا دارن از این بچه‌ها درس میگیرن و خط میگیرن. پس شما آقای شهاب حسینی نمیخواد بیاد به این بچه ها بگی که آرمان هاتون فلان نباشه. اتفاقا اینا تعیین میکنن که گفتمان چیه، حرف چیه، شعار چیه. خیلی هم خوب میفهمن. من و شما نفهمیدیم و 40 ساله که هی داریم سازش میکنیم. پس کس نگو. این دو. دو تا نصیحت میکنم به شهاب حسینی. نصیحت اولم به خاطر این جملهشه که از دست مردم شاکیه که بهش فحش دادن. میگه چون من حزب اللهی بودم، مسلمون بودم، گفتین حکومتی، که راست میگن. حتما نباید حکومتی باشی برای اینکه معنوی باشی فیلان. حالا ببین، من رو به ناحق متهم به وابستگی های سیاسی و در واقع جناحی و عرض به حضورتون ارگانی و نهادی هستیم. وقتی به سپه خصم میگم وصله، من را به ناحق به وصل بودن های سیاسی بارها بر اساس بعد میگه من جله دارم. عزل و نسب تعریف شده. چه اینجوری حرف میزنه؟ نگاه که اون گوشت مولانا برگشته. هنر آفرینش شما. یهو صبح میری میبینی تو باغچه یه گل تازه در اومده. شما اصلا اینو خوب گفت، ولی میگه هنر آفرین، میگه هنرمند ذاتاً نمیتونه حکومتی باشه چون انقدر که خلاق ذهنشو خفنه نمیتونه واقعا. من قبول دارم اینو. حتی هنرمندای حکومتی، مهران رجبیش هم نگاه کنی یه جوری دلش وابسته اینه چون هنرمنده. ولی یه نصیحت دارم به شهاب حسینی. یک، اینکه گله نکنم مردم. هر موقع عشق مردم رو گرفتی، اون روی سکه نفرت مردمه. هر موقع عشقشو داشتی، تاپ به تاپ هم بودی، بریتنی بودی، فوشش هم میخواهی خورد اتوماتیک. هیچ وقت همیشه عشق نبوده. حتی گلزار که شورتشو دختره براش پاره میکنه، همون روز شورتشو آتیش میزنه. چرا؟ چون بدش میاد. یهو دو روی سکه است عشق و نفرت. مثل خود من، منو هر واسه پیتو فلانی تا دو تا حرف زدم که به مزاجش خوشم، من فوش مادر اومد. یه یارو به من گفت خلصه، دو بار کسته ننت. من بار اولشو میفهمم، بار دومش برای تاکید. حالا این یعنی که گلایه ان موضوع رو یکم حالا باز کنیم، با وجودی که خیلی طولانی داره میشه. اوکی. ولی برای همین فوش و اینا، به من باز این حرف تو رو هم قبول. حالا دو سکه اینا رو میفهمم، یعنی باید عشق مردم اون ورش نفرته. آره هم بدون کلا، نه که اون ور عشق مردم نفرته. تو میگی یعنی یارو میتونه یه روز دوستت داشته، یه روز بهت
مردم ایران اینجوریه. کلا مردم دنیا. مردم دنیا. من اینکه بد باشن و همون قدر که دوستت دارن، همون قدر هم ممکنه اشتباه نظرشون بکنی. شاید واقعا اشتباه باشه. مثلا مثل حرفی که من زدم کوشر محض بوده. قبول دارم و حق داشتم. و این نصیحتم بهش اینه که انقدر ناراحت نشو. همونقدر که بهت عشق داشتن داشتی حال میکردی، حالا هم باید پاسخ خوب باشی. آره، ولی به نظرم مثلا مخصوصا توی این اتفاقای این چند ماه به نظرم خیلی عادلانه به این داستان نگاه نکردن. مثلا چون چه میدونم فلانی گفت که فلانی دیگه این وصله یا فلانی این صحبتو کرده یا فلانی کنسرت گذاشته، آره، دیگه همه بیاید اتکش کنیم بریم بگاییمش. حالا تو نظر راجع به کنسرت ساسی چی بود؟ آیا باید میذاشت؟ اون موقع خیلی هم تازه بود، یه هفته بعد داستان بود. من واقعا سعی میکنم تا جایی که میشه نظرم، یعنی نظر من مهم نیست. خب اونم حق داره، اونم قرارداد داره، باید بره تو استرالیا بخونه، ولی خب بری اونجا شاد بخونی، آیا منطقیه همون. یا نه؟ مثلا... من هم سر همون فش خوردم دیگه. میخوام بدم ساسی که میگم منظورم خودمه. ببین کلن بعضم الان وقت زیاد انترتیمنت شو مخصوصا اون اولاش، حالا دیگه الان همه داریم میفهمیم که این یه چیز خیلی طولانیه و بالاخره حتی شده انترتیمنتمون شادم باشه یه ذره، میتونیم بیایم یکم حرفامون همیشه بزنیم. تمای انقلابی ها پشتش بذاریم. آره نه مثلا یه چیزی حرف در مورد این داستان باشه. خب ما هم لال که نیستیم، ما میخوایم حرف بزنیم بگیم نظرمون چیه. خب ولی نمیتونی همش ناراحت باشه. مثلا اون تایمی که ساسی گذاشت اولش خیلی تایم دارکی بود و ساسی ببین مثلا یکی مثل تو هم حتی کنسرت مثلا که نمی کنی این کارو ولی میذاش، تو آهنگ غمگین زیاد داری. آره. میتونی کل کنسرتو ببری به سوی غمگین. ولی منم خیلی فاش خوردم. من تو کنسرت آلمان بالای صحنه بودم، گفتن که گوش که بده گوش بده، گفتم وسط حرف، گفتن که مهسامینی فوت شده، من بالای صحنه بودم، حالم بد شد، گفتم خیلی اوضاع کیریه، دیگه آهنگا رو غمگین کردم. آره ولی یه سری اومدن نوشتن بی ناموس، برای چی مست بودی گفتی غم؟ خب اسم شهید ما رو یه سری اصلا معلوم نیستن چی میگن، کوشچر دارن میگن، چون دقیقا یادمه تو ستای یعنی آلمان میگن این انقلاب برای تو نیست، برای ما فقط. آره یعنی ما فقط میگیم. ولی از یه نظرم بهشون حق میدم، رباتیم عوضش هم از اون یه نظرم بهشون حق میدم که اونا دارن جون میدن جلوی ساچمه وای میسن، گدوله وای میسن، من از دور حق دارن بهم فوش بدن، ولی منم دوست دارم سهم خودم رو به ایفا کنم. نه به نظرم هیچ آدمی اولش حق نداره فوش بخوره آنلس دیگه واقعا اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه باشه. خب آدمی ما با هم میتونیم صحبت کنیم، میتونیم نظرامون رو بدون فوش به هم بدیم. مثلا کار ساسی کیریه، اوکی من به جایی که برم فوش خار مادر رو اینا بهش بدم، میتونم برم براش یه مسیج بنویسم. اصلا که من این کار رو هیچ وقت نمی کنم، چون مثلا اصلا لیول ها چیز خودم نمیدونم. ولی مثلا برم خیلی منطقی بگم چرا من من که مثلا فن تو بودم، دوست داشتم آهنگاتو، چرا ترن آف شدم؟ چه کار تو اشتباه بود به نظر من؟ به نظر من چون که رفتی استرالیا جیگیلی دو رو خوندی من ناراحت شدم. کلا آخه کار اونم کیری بود دیگه. حالا نمیخوام اونو مثال بزنم، ولی خب خود منم این اشتباه رو کردم. من ویدیوی طنز دادم روز مرگ مثلا، خب این کار کیری بود، باید بپذیریم و قبول کنیم، نه باید بگیم وای نه یا خب همون تو اشتباه کردی و میای آخه مثلا میگفت میتونستی بیا اینجا شعار بدی. بحث اونا این نیست، من قبول ندارم حرف سام رجبی ها رو ها، ولی از اون برم میگم راست میگه، میگه که وقت شادی نیست. یا مثلا همین کنسرت حسن ریوندی که حالت خنده داره، خیلی ها فوش میدم، مثلا میگم به چه خنده ای. ولی خب اون کار اونم کمدیه، طنز دارک بوده همیشه، هم ازم خنده دار نیست چیزایی که میگه. آره ولی خب راجبه به گایا ایران هم هست، ولی کجاش خنده برای دار. حالا نمیخوام دفاع کنم چون کچلم ازش، مثلا پرزیدنت اوکراین مثلا الان دیگه این همه آدم روزی 70 80 هزار نفر داره میمیره تو این جنگ، اومد توی مصاحبه با دیوید لترمن گفت ما باید خنده رو ادامه بدیم، چون خودش هم کمدینه دیگه زلنسکی، یه جوک هم گفت راجع به جنگ اوکراین که خیلی جوک دارکی بود، ولی گفت ما باید خنده رو ادامه بدیم که بگیم ما امید داریم و زندگی میکنیم. و اعتراض من مثلا همون آقای مرادی که خودشو کش برای اطلاع رسانی، خب خیلی دارکه، من خیلی ناراحت شدم، ولی اعتراض من اینه که این کار امید رو میکشه. آره. چون ما امید به زندگی یعنی داریم، یعنی میخوایم شرایط درست شه، نمیخوایم میدونی اون انقدر شرایطو بسته دیده
حقم داره انقدر بگاهیه و دمش گرم. حالا اونم بیشتر مثلا میخواسته یه طورایی برای اطلاع رسانی، من نمیخوام اصلا بنظرم اون راهش نیست. حالا من کسی نیستم که بخوام اونو قضاوت کنم، ولی میگم امیدم باحاله. یعنی ما که میخندیم خیلی خیلی بگم گوشش رو دارین عادی سازی میکنین، ولی ما میگیم آقا ما میخندیم میرقصیم تا آزادی. یعنی میدونم اولش نمیشد، اولش واقعا ببین حتی آره دیگه. خود ما هم تو مودش نبودیم، من واقعا گایش بودیم، هنوزم هستیم میومد مثلا، آره هنوزم هستیم، ولی به نظرم باید به یکم سمت، حالا نمیگم شادی، ولی یکم همه چی نرمال تر شه که ما همه بتونن حرفاشونو بزنن. آره. بیشتر اطلاع رسانی بشه بکنی، مثلا همون. نمیشه تو همش تو مرن باشی توی آره، یعنی توی عزاداری، عزاداری باشی، چون عزاداری آدم همه ما رو ضعیف‌تر میکنه. میدونی مثلا کی شده؟ میدونی کی؟ میدونی مثلا چی میمونه؟ توی ایران اینترنشنالی خوشگل آقا خوشگله هست، فرداد فرهزاد، نمیدونم فرزاد فرهداد یا فرداد فرهزاد، در اصل خیلی خوشگله. ایشون خیلی خب خدای خفنه، ببخشید من کراش دارم روش، ولی ایشون مثلا وقتی که نماینده مثلا بلژیک میاد که مثلا داره علیه جمهوری کار میکنه، فارسی بلد نیست، عین تو میگه بعد ادویکیشن اینا رو بهتر کنیم و یه ذره مورنینگشون رو بهتر کنیم، میگه بله بله عزاداری. من مثلا من احساس اون رو دارم با تو، هی دارم ترجمه میکنم. ولی کلا میگم چون من خودم حتی یه جای را واقعا احساس همین بگو انگلیسی شو بگو ضعیف بودن گرم و واقعا احساس میکنم شاید دیگه هیچ وقت هیچی نرمال نشه، درست نشه، و این خیلی حس بده، چون وقت نمیتونیم بیشتر از این کمک کنیم به این انقلاب. چون اگه من جون داشته باشم خارج از ایران و کسی که ایران جون داشته باشه که آره خیلی بتونه آره. کاری بکنه، خیلی بیشتر میتونیم خفن‌تر خیلی آره ترناف کردن دیگه. مثلا تو رو که گفتن حکومتی من خندم گرفت. تو یعنی میتونم بگم یه چیزا رو؟ آره اوکی. یعنی تو به خاطر دینت از اول جمهوری دنبالت بوده دست با کسان از ایران رفتی. آه این اینا واقعا حالا دین تو خیلی... نمیگیم چیه، ولی همون دینیه که جمهوری از همه بیشتر بدش. مگه چیزه؟ مگه دین شاید من نمیخوا. جرم نیست اصلا، ولی من... باید جرم نباشه. ولی من نمیدونستم میخوای بگی یا نه. نه اوکی، من بهایی هستم و اینکه واقعا ستمی که تو این سالها، حالا الان خیلی خوشحالم که مردم یکم حتی دارن آگاه تر میشن که چقدر به بهایی ها تو این سالیان سال ظلم شده، که چون تو این سالیان سال هیچکی در مورد این صحبت نکرد که چقدر بهایی ها دارن تو ایران واقعا بهشون ظلم میشه، نمیتونن ادامه تحصیل بدن، نه کار درست دارن. من خودم بابام بنا بود خب. بعد وقتی که مثلا کلی میرفت سر کار، کلی آدم هایر میکرد که مثلا کلی آدم رو پول میداد که بیان سر کار باهاش و اینکه چیز میکردن آخر کار که تموم میشد، طرف چون میدونست بابای من بهاییه بهش پول کار رو نمیداد. و چرا؟ چون که میدونست این اصلا نمیتونه بره دادگاه بره چی بگه، بره شکایت کنه از این، تا بفهمن بهایی هیچ حقی نداری از بهایی. خب الان دقیقا همون اتفاق تو سالیان سال با زنها هم اتفاق افتاد آفره. تو ایران و این واقعا دارکه. یعنی دردشو از مظلوم بهای بودنه میفهمم که چقدر بده وقتی که هیچ جا حقوقت دارم. ولی برای من تلخی که تو اینا رو برای من تعریف کردی و هزار تا چیز این فاکتابتر که الان نمیشه گفت، و بعد میان به تو میگن حکومتی. آره من گریم میگیره شاید به من بگن اوکی، ولی به تو وقتی میگن، یعنی منظورم اینه که تحقیقمون رو نمیکنیم قبل اینکه آره دیگه این خیلی اصلا زشته، من اصلا من بر میخوره. چون ببین مثلا درسته اوکی خیلی فکر میکنن اوه بهایی ها خیلیشون رفتن خارج زندگی خوب دارن اینا اوکی، ولی خب ما باید وطن یا کلی اصلا بهایی هیچی، کلی از ایرانیا به خاطر که ایران حق و حقوق درست نداشتیم، نمیتونستیم درس درست بخونیم، خیلی چیزای دیگه، وطن رو ول کردیم. آره مهمه برای ما که وطن رو ول کردیم و فکر نکنید خارج همه داریم عشق و حال میکنیم. اوکی درست خارج خیلی چیزای خوب داره، ولی خب هممون رفتیم از صفر، چه من زبان یاد بگیر، اون سختی های خارج و بیپولیاشو بکش، قیمت های بالا رو مثلا میدونیم گایشه. اون تاریفی نیست که شما فکر میکنیم، ما هم یه جایی چیز دادیم، چی میگن وقتی تو اون داد تو اون چه خوب ما هم تو اون دادیم. ماهایی که تو غربت بزرگ شدیم و از ایران رونده شدیم با اونایی که تو ایران دارن به گامیرن
نباید جلوی هم قرار بگیریم. آره دیگه. ما با همیم، ماها همه قربانی بگاهی جیم الفیم، و وقتی که اون طرف میگه اگه راست میگی بیا ایران، اون نامردیه، منم اگه حواسم به اون نباشه نامردیه. ماها باید، ماها قربانی یه چیزیم، یه نسبمون مملکتش رو از دست داده. آره شاید زندگی بهتری تو ظاهر داشته، ولی یارو سر قبر مامان بزرگش 10 سال نرفت. آره. از اون بر نرفته تو شهر خودش، همیشه احساس غربت کرده. اون یکی هم اون آزادیای اون برا نداشته، یعنی جفتشون. آره نه ولی اینا قربانی یه بگایی هم و نباید به جون هم بیفتن. ما اصلا دشمنمون میدونیم کیه. آخ نگو که جیم الفه مشترکه. کلا هر کی که میخواد شروع کنه مردم بهش حمله میکنن و این به نظر من درست نیست، به جز پوتی کسافت. پوتی ببین، یعنی پوتی بیاد پسرش رو رکون بکنه جلوش، میگه حتما حق باشه. نه ولی بچه با هم خیلی، منم خودم میگم یه روزایی مثلا میبینم فلانی استوری، حالا چه میدونم از غذاش مثلا میگم کامنت فشخار مادر نمیدی تو؟ نه هیچ فرق. من میدونی که من اصلا به خودم این اجازه رو نمیدم. من یه پیج مخفی دارم، من یه پیج مخفی دارم، فوشای بدی میدم. آخه خیلی زشته، یعنی من از اصلا اشتباه، من به همه شخصیت ها میدم. من هم گفتم، راستش گفتم، من هم به جمهوری میدم هم به مخالفه میدم. یعنی ببین یه حسیتون خالی میکنه صبح. میدونم خیلی ها مثلا دارن اون عصبانیتشون رو خود آدم های خودشون، پیج مخفی ما بگم که با سایبریا جنگ میکنه، گو خورم نمیگم بعد، ولی به نظر من نیاین رو خودمون خالی کنیم دیگه، اشتباه. خب یه ذره بحث رو دیگه لایت کنیم. آره. خیلی دارک شد، در حدی شد که نه نیازه. ببین منظرم خیلی حرفا باید گفت، حالا تو این تیه، حالا اگه برنامه هی بخوایم بگیریم تو عالی عصبانی، ببینیم چقدر فوش به هم تو عصبانی میشه، فارسیت خیلی عالی میشه صحبت که میکنه. بریم سما رو با هم ببینیم، سما خیلی باحالن. سما یه ذره بحث رو لایت میکنه، من خودم ریدم. چون سم اول واقعا ایشونه. ببین میخوام رأی بدیم، 5 تا سم میذارم. ببین سم یک، این سم من نمیدونم چه سمی من دارم میبینم. بریم آقای کاویانی رو ببینیم با رکوردش. ببین آقای کاویانی واقعا ریدی. آقای کاویانی همچنان میگه آقای کاویانی، انگار میدونم، انگار مثلا داداش هم مثلا کی هستم. آقای کاویانی ببینی تو هم باش رفیق میشه، بتونه بخوره و این فیلمو ارسال ما میکنیم برای برنامه اصل جدید که ایشالله اگه قبول شد تونستون برنامه حضور پیدا بکنه، بتونه اونجا رکورد گینس رو بزنه. حالا شروع میکنه آقای کاویانی. آقای کاویانی این چه زمانی میتونه ثبت بکنه؟ این چه زمانی ریدی آقای کاویانی برو زهر مرغت باید داری میره. یه دونی خور کسکشو بخور اون گره قدیش. رید آقای کاویانی آخه نامه دوتا نیم یه دونه خورد، دوتا نسته خورد که حساب. من خودم صبح 3 تا میزنم. حالا ما خودمون خیلی بد ریدی. نیلوفر یادونه ایرفرایر خریده که بسیکلی همه چیو میکنی توش و با هواپز اسمش در حد پهباد اوکراینی. ایرفرایر دیگه هواپز میشه. هواپز چه کینکونه کینکونه اینو که گفتی پشمای حدادادل ریخی و حدادادل گفت داشت حلیم میخور رید. واقعا اسمش هواپزه چونکانه، یعنی از تلفن همراه و گایید، رایانه رو گایید، پهپاد و گایید، بالگردم گایید، هواپز گایید، یعنی گردن آویز زینتی هم گایید. ایر کوکر دیگه، یعنی واقعا اسمش هواپزه چون تو ایران میاد چون کنه. آفرین حد دادادل. یه چیزی بگی دستت هم خیلیت پشت سر حقیقتی رو بگم، بس که هزینه ندادین عشقم، بس که هزینه ندادین. آقا هزینه هم نداریم که بدیم. نداریم که بدیم. آقای کاویانی رید خلاصه. یه سم دیگه میخوام بذارم. واقعا ما ایرانی ها خیلی دارکیم، یعنی دارکترین مسائل و یعنی ناراحت کننده ترین مسائل و باحالترین جوکا میکنیم. مثلا حاج آقا توسی واقعا تجاوز به بچه خیلی دارکه. آره. ولی جوکو ببین. فصلی لربک وانحر. خیلی واقعا دارک، خیلی دارک. آخه نباید اصلا ببینیم و بخندیم. نباید. من ببخشم چون این داستان همین یکی از مشکلات کشور. ولی پاپای کاتولیک هم بودن. حالا خدایی تعریف حاج آقا چیز نباشه توسی. میخوام برم سر اصل مطلب. یه بانوی که نیلوفر نصف روزاشو
یعنی واقعا تو رابطه ما مشکل به وجود آورده، نصف تایمش رو به دیدن این بانو میپردازه. تو رابطه دوستای دیگه هم مشکل خورد. من میخوام بابا نفرست اینا دیگه. یه ذره راجع به این بانو صحبت کنیم. اسم بانو چیه؟ بزرگه. خیلی بزرگه. من یه نمونه کارش رو ببینیم با هم. بعد یه ذره راجعش با هم صحبت کنیم. خیلی دوستش دارم. خیلی ببین نیلوفر واقعا دوستش دارم. از من اینو بیشتر دوست داره. فالوشم میکنم. همیشه سیگار کشیدنت عذابم میداد. راستشو بخوای بیشتر از روی حسادتم بود. نه که بخوام مثل شاعرها و نویسنده ها بگم چون لبات بهش میخورد حسودی میشد، نه. حسادت میکردم چون میدونستم آدم ها وقتی سیگاری میشن که خیلی غصه داشته باشن و غصه داشتن میتونه از نبوده یه آدم باشه. من که کنارت بودم. پس قطعا اونی که واسش قصه میخوردی من نبودم. چقدر منطقی بود. ببین یه ذره راجع به این به من صحبت کن. ایشون که همش دو تا پیج دارن. یه دونش برای اونه که هزینه میگیره میگه. یکیش آره هزینه میگیره، تولد دوست تو اینا رو میتونی تبریک بگی باهاش، هر چی هم بگی برات میگه. اونم خیلی باحاله. ولی این یکی پیجش چیزای خیلی ساده و کوتاه میگه. خیلی هم کوتاه نبود. ولی واقعا نه این کوتاه نبود. معمولا کوتاهن. ولی خیلی جالب میگه. طرفدارای این چنل نمیدونم 200 چند تا 100 کهشون کم شد سر فوش خوردنمون، ولی کلا ازتون خواهش میکنم به این خانم هزینه بدین که راجب ما هم یه دونه بگه. دیدی میگه سلطان جاده ها. کاش شیده میکنم. ببین ویل کن من که زیادم، ولی آره دو تا سمه دیگه ببینیم و بازی رو تموم کنیم. یه سمه دیگه راجب سالت بی بود، همین نمک پاتر. آره که اومد توی جام جهانی و اضافه کاری کرده. خیلی اضافه کاری کرد. حالا این ویدیویه که از اتوبوس مسی، یعنی پوینت آف پی او ویه، پوینت آف ویوی مسی، از چشای مسی دیدیم که داره با اتوبوس آرژانتین فرار میکنه از دست سالت بی. ولی خدای غذاش خوبه. من از آدمای فول خوشم نمیاد. ولی تو رستوران بذار بگم بست رستورانش کدومه. اول که تو آنکارا تو قبول کن من عاشق گوشتم. یعنی خدایا منو ببر. من دوست دارم. ببین من صبح میرم توی من فقط میرم سالاد میخورم اونجا. سالادش خیلی ده. اون پنیره که میزنه یعنی میگم کس خار جام جهانی و مسی تو فقط این بزن. ولی خیلی آدم فولیه. یعنی فول تر این نداره. بعد دیدی میاره این چیزا رو میکنه تو دهنه. آره دسرشو. ولی کلا زمونه بدی شده دیگه. دوره زمونه بدی شده. آدمای اشتباه دارن معروف و پولدار میشن. یکیش هم خود من و تو دیگه. یه دونه سم دیگه هم دلم نمیاد نشون ندم. بریم دیگه، گفتی آخریشه. آخر نه گفتم دوتا. نه 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 یکی گفتم دیگه. دوزی نکن. سه شوار کشیدن توی جمهوری اسلامی رو میخوام بهت نشون بدم تو فیلم ها. خواستگاری تعیین کنید. آقا جون بنده خدا سنش بالاست، بشه ما این دوتا جوون رو از روی روسری از روی روسری درست شوار میکنه. یه کاری نکنی. مثلا دیدی از خواب بیدار میشه یارو روسری داره کامان دیگه. اصلا حالا با روسری خوابش برده، دیشب خواب خسته بوده ولی سه شوار رو تو چه منطقی من باید از تو بپذیرم؟ واقعا ریدید. چون کنترین چیز هفته رو ببینیم و تم. چون کنترین دیالوگ هفته رو میخوام همیشه بیارم، یعنی کسی که چون کنی ترین لفظ هفته رو اومده. آقای تاج با لهجه اصفهانی ایشون داره توضیح میده به آقای خیابونی و آقا چشکندهه که میگه ما به تیرک دروازه زده بودیم. ببین چقدر چون کنه. من میگم دو تا گل زدم به انگلیس و نتیجه بسیار خوبی بود. نیمه دوم 3-2 باختیم و حتی یه میله هم زد، دو تا میله هم یه میله زدیم، یه تو سردار زد. بله نشد انگار همچین. شما میگوی که شما میگوی که چی میگه دو تا میله زدیم با تیرکه از این میله چیه؟ میگه شما چی میگوی؟ حالا ما یه کارشناس اصفهانی داشتیم تو این برنامه، نتونست به این برنامه برسه. یه لفظ اصفهانی میخوام یاد بدم بهتون. میگه دادا بیا برو تو این چونی من سگ نگیره دت. یعنی برو توی کونه من که سگ نتونه تو رو بگیره. ولی چون کنترین لهجه است. خب
خب میخوام خدافظی کنم. خب. ولی قبلش میخوام بهتون به بچه ها بدل تو رو نشون بدم. پیدا کردم یه بانویه مکسیکیه که خود کیه؟ چی نیلوفر یلمه بدم این بیاد. این مثلثی که بین ممه هاش سوراخه، من واقعا به من یکی توضیح بده برای هواگیری ممه هست. چی بس دیگه. آره. قبل از این که بریم میخوایم واقعا یادی از بچه هایی بکنیم که به خاطر آزادی ایران توی زندانند. توماج صالحی، خیلی از روزنامه نگارا. ما به عنوان رپکن به نظرم وظیفه‌مونه که اطلاع رسانی که همه میدونن، فقط بخوایم که یه نفر رو به خاطر عقایدش و به خاطر اعتراض به حقش زندان نندازم، به خاطر اینکه بعدن کارمای بدی میزنه و اون روزی که آزادی بیاد بترسید دیگه. تو ماجو آزاد کنید. آره دیگه، ما تا جایی که میتونیم اطلاع رسانی با چیزی باشه انجام میدیم و شما هم انشاءالله تا جایی که بتونید کاری که از دستتون برمیاد انجام بدید. واقعا بیاید با هم خوب باشیم، مهربون تر باشیم، با هم سعی کنیم. حتی اگه یکی عقیدش هم با ما زمین تا آسمون فرق داره، باز به حرف همدیگه گوش بدیم. شاید حرف تو دو تا تأثیر رو اون بذاره، حرف اونم بتونه یه تأثیر رو تو بذاره و این خودش به نظرم یه قدم به رو به جلو باشه. امیدوارم ناراحت نشده بوده باشید از ما، چون خب یه سری شوخی کردیم، شاید موقعیتش نبوده، شاید خیلی فکر کنی که وقتش نبوده. گفتم هدف ما از اینا، تصویرم رفت تو سیاهی میام، هدف ما این بودی که فقط بگیم ما امید داریم تا روز آزادی. قربونتون برم، اسم این بچه ها رو از یاد نبریم دیگه. این برنامه رو هم تقدیم میکنم به مرشاد شهیدی، عشقای منین. خدا خدا.